خبر تو خبر خبر داره براتون از حال و روز زار عظما که باید همه بدبختیاش رو از زاویه انتخابات پیش روش ببینه. از تناب تحریما که سفت‌تر شد، تا افسار جناح‌های در حال جنگ و دعوا که شل‌تر شد، از دلار که رفت بالا تا سکوی نفتی 40 میلیون دلاری فارس جنوبی که اومد پایین، چون بعد از 30 ماه که ساختنش طول کشید در لحظه نصب غرق شد. تب و لرز انتخاباتی عظما شروع شده. هر ماه و هر روز که ما نزدیک میشیم به انتخابات و فضای انتخابات 92، در این فضا که شاید بیشتر از همه محل تمرکز دشمنان نظام اسلامی است، سمفونی جدید انتخابات آزاد، کلیدواژه‌ای پربسامد که این روزها از برخی افراد در داخل کشور و بسیاری از دشمنان و رسانه‌های مخالف ایران شنیده میشه. چرا از ترکیب این دو کلمه و پدید آمدن واژه انتخابات آزاد، واژه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و انتخابات ریاست جمهوری پیشرو پدید میاد؟ با نزدیک شدن انتخابات، جنگ و دعوا هم اوج گرفته. احمدی نژاد یک سخنرانی کرد که همش مشت زده تو شکم و فک عظما بود، تا جایی که خیلی حرفاش تو تلویزیون نظام هم سانسور شد. شاخشونه‌ای مثل این که هیچ کس نمیتونه بگه من صاحب انقلاب هستم، و هر گروه و یا فردی فکر کنه صاحب انقلابه، خود انقلاب اونو پاک میکنه و بیرون میندازه و این چیزا. عظما هم جواب گماشته چموشش رو داد که فکر نکنه چون یه موقع حاله نور براش سفارش میداده الان حسابش رو نمیرسه. من کسی رو متهم نمی کنم به اینکه عالماً آمدن دارد نقشه دشمن را انجام می دهد، اما به طور قطع و یقین می گویم این بازی کردن در زمینی است که دشمن اون زمین رو تعیین کرده است. جنگ و دعوای جناح‌ها که اوج بگیره، تلفات از هر دو طرف هستن. تو بحث انتخابات و مهندسی انتخابات و جعل رأی و اینها، خوبه یه نگاهی به حرفای بنیانگذار تقلبات انتخاباتی نظام هم بکنی. در بعضی جاها به من گفتند که در یک جا اون بیمار را آوردن در صندوق رأی داده و همونجا مرده است. اینقدر اما برای رأی دادن گفته است که منو باید ببرید رأی بدید. عجب، پس سنت رأی دادن با شناسنامه مرده ها از همینجا تو نظام رایج شده. تیویریش این هفته هم شال و کلاه که چه ارز کنم، شال و عمامه کرد برای که ببینه چه پمادی به سوختگی های ولی فقیه میتونه بماله. اولیش بحران پسرخونده ولی فقیه در عراق. تیویریش این دفعه یه پدیده ای رو از انبارش کشید بیرون و به عنوان کارشناس آورد جلوی دوربین که اگه 10 سال درس بخونه تازه میتونه سوار کپسول حیاتی بشه و 20 دقیقه تو فضا بچرخه. عراق متفاوت از دنیای عربه، یعنی اگر در همه دنیای عرب یک حکومت دموکراتیک که با رأی مردم با انتخابات بر سر کار اومده، فقط عراقه. عراق برای همین دلیله که موقعی که تظاهرات میشه آقای مالکی به عنوان نخست وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام گیم نداره، از فردا صبح پارلمان دولت منعد، پارلمان منعد، انتخابات جدید برگزار میکنه. دموکراتیک ترین، یعنی اصلا من اسمش گذاشتم خودم برای خودم که دموکراسی لجام گسیخته. کارشناس لجام گسیخته رو همینجا ولش کنیم و سری بزنیم به یک گوشه دیگه امبلغورای لجام گسیختگی دموکراسی. همه جای دنیا دوربین مخفی دارن، تیویریش هم دوربین مخفی داره، منتها دوربین مخفی آخوندی بیشتر دوربین جاسوسیه با بازجویی های بعدیش. توجه کنی، متاسفانه نمیبینیمش. چطور نمیدی آقا؟ پیرن نارنجی، کلاه سیاه،
شما چطوری نگمش کردین؟ سیاه. ما کسی رو ندیدیم با مشخصات پیرن نارنج و کلاه سیاه. اینجا رد شه فرار کنه. همین یه دقیقه پیش اومده. رفتش؟ کجا رفت؟ نرفته هنوز. کجا رفت بهم بگو. خب دست در نکنه. خودو بچه‌ها تو نفسی. کجا رفت؟ رفتش؟ دست در نکنه. دمت گرم. دمت گرم آجی. دمت گرم. مرسی. دمت گرم. من کجا محاصره است؟ یه نفر بیشتر نبود. کمک هم کن جبران میکنم. دنبالش هم؟ نمیدونم. پلیس دنبالشه؟ نمیدونم. ها؟ شاید؟ حدس میزنی که پلیس دنبالشه یا نه؟ بله. پلیس دنبالشه یا نیست؟ نمیدونم. آقا بیا اینجا ببینم شما. بیا ببینم. بیا اینجا ببینم تو رو. بیا اینجا وایسا. اون روز عمره بنداز پایین. بیا اینجا وایسا. شما پلیس دنبالته؟ نمیدونم. نه. پلیس دنبالته؟ بله. بله من دیدم پلیس دنبالته. شما چرا به پلیس کمک نکردی؟ من نمیدونم چی خبر دارم. ها؟ من نمیدونم چی کار میخوام بکنم. آه. من اومدم. سرکار بیا بگیرش. این چیکار کنه بگیرتش؟ نمیدونم فردا دارم از این. آه بگیرتش؟ سرکار بگیرش. الان تازه میگه سرکار بگیرش. خبر ندارم. بابا خبر نداری وقتی میبینی که. میدونم تو کارگری. خدا بده بیامزه. این مثلا برنامه تفریحیشه که خودش از تلویزیون پخش میکنه. ببینین اون پشت مشتا چه خبره. مشنگستان این هفته اختصاص داره به چند تا مشنگ که در مسیرهای مختلف تقلا کردن با تهدید جدی نظام، یعنی جوانها مقابله کنن. یکیش در زمینه علم و ارتباطات و اینترنته. عظما از ترس چیزی که بهش میگه بدنه پادگان اشرف در تهران، فقط برای مقابله در فضای مجازی قرارگاه جنگ نرم در ستاد کل نیروهای مسلح آخوندی رو راه انداخته. سیویل تا سیویل و ریش تا ریش آخوند رو فرستاده این طرف و طرف که زیرا به ایمیل و اینترنت و کامپیوتر رو بزنن. جوون عزیز، اون موقعی که پای اینترنت میشینی، من میدونم شیطون خیلی با تمام سربازاش میاد سراغت. برو این سایت، اینجا کلیک کن، ببین شاید یه مطلبی اینجا باشه به دردت بخوره. یه تیتری برات میاره اون گوشه، تیتر کنجکاوت میکنه، میری توی یه سایت، از اون سایت به یه سایت دیگه. تو با اینترنت چیکار داری؟ تو با سایت‌های مختلف چیکار داری؟ مگه هر بلوتوثی که توی گوشی آدم میاد آدم باید بپذیره و اون رو نگاه بکنه؟ آیه نازل شده اگه نگاه نکنیم خدا نکرده گناهه؟ مگه باید هر ایمیلی رو باز کرد؟ میدونید چقدر از این ایمیل ها، چقدر از این سایت ها ویروس تو روحتون وارد میکنه، تو ذهنتون وارد میکنه؟ مشنگ بعدی که در مورد اصول استراتژیکی نظام بافندگی میکنه، روازاده آخوند بی امامه و از مشتری های ثابت مشنگستانه. اینم امام یاد داد به این کشور، جنگ رو ببرید بیرون و تو کشور راحت زندگی کنید. ما هم این کار کردیم، خدا رو سرزار مرتبه شد. ما الان با لغت ها بازی میکنیم، تو اخبارمون مجبوریم، ولی تو جمع خصوصی میتونیم بگیم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم. ما اصلا با این مخالفیم. مشنگ بعدی طراحی شیوه مقابله با تهدیدات اعتراض جوان ها در جریان مسابقه فوتبال رو به عهده داشت. اول ببینیم ترس رژیم از این داستان چقدر بود. باید بگیم بازی استقلال و پیروزی خدا به خیر بگذرونه. نظام با یه حمله پیشگیرانه 101 آخوند رو تو استادیوم پخش کرد که هر کدوم یه مجموعه رو کنترل کنن. اما کنترل که چه از کنم، جوونا حالی ازشون گرفتن که دیگه اون طرفا پیداشون نشه. آخرین مورد هم حجت الاسلام روباه بود که همراه یه مش آخوند و بسیجی به دانشگاه لشکرکشی کرد تا این راهنمودهای مهم رو بده. مواظب باشید قلبتون قسی نشه. چی چی قلبو قسی میکنه؟ موسیقی قلبو قسی میکنه. آرزوهای طولانی قلبو قسی میکنه. در پایان توجه شما رو به یک شیرینکاری فوق سنگین تقدیمی دکتر بزن بهادر جلب میکنیم که دست فرمون پای یک رو با محاسبات مهندسی جمع کرده تا بتونه منبع 30,000 لیتری رو
بدون جر ثقیل بار بزنه و دستی رو بکشه و سویش رو تحویل بده.